چند هفته قبل از بازگشایی دانشگاه ها شاهد بودیم که دولت پزشکیان و رسانه های اصلاح طلب تبلیغات گسترده‌ای رو به راه انداخته بودند که دانشجویان و اساتید محروم از تحصیل و تدریس به همت دولت جدید پزشکیان در حال بازگشت به کلاس های درس هستند. ادعایی که فوراً با افشاگری تعداد زیادی از دانشجویان تعلیق شده یا اخراجی پاسخ گرفت که در برنامه قبلی رویدادها هم اونا رو مورد بررسی قرار دادیم. اما در همین راستا و در ادامه واکنش های اعتراضی نسبت به ادعای مقامات دولت جمهوری اسلامی، روز جمعه 6 مهر ماه در طوفان توییتری با هشتگ دانشگاه در زنجیر در حمایت از دانشجویان و برای پایان یافتن شرایط سرکوب در شبکه اکس برا افتاد که طی اون بسیاری از دانشجویان روایات خودشون رو از سرکوب در دانشگاه خودشون در دل انقلاب زن زندگی آزادی برشمردن. کاربری با به اشتراک گذاشتن این هشتگ نوشت: حکومت بسیار تلاش کرده که از انقلاب فرهنگی خودش تا انقلاب زن زندگی آزادی مردم ایران دانشگاه رو به پایگاه اسلام و حکومت اسلامی تبدیل کنه، اما زی خیال باطل. این رژیم با دانشگاه در زنجیر هم خوابش رو نمیتونه ببینه. دانشگاه سنگر آزادی و برابری و پایگاه جنبش سرنگونی و زن زندگی آزادیه. اما ریحانه ابراهیم بندی، دانشجویی که به تازگی گفته بود که به رغم ادعای دولت همچنان محروم از تحصیل هست و تماسی هم با او گرفته نشده، در این طوفان توییتری شرکت کرد و نوشت: در طول جنبش شاهد روبودن دانشجویان از خود صحن دانشگاه بودیم، مثل نیلوفر میرزایی و سارینا صادقی. یه بار به یکی از کلاس‌های دانشکده اقتصاد حمله شد برای بازداشت یکی از دانشجوها. زنجیره انسانی بچه ها مانع از بردنش شد. دانشگاه در زنجیر بود، اما زنجیره دوستی ها ناگسستنی. ساغر رحیمی شاد هم از فعالین دانشگاه علامه در صفحه اکس خودش نوشته: تعلیق شدن شاید کمترین هزینه ای بود که توی سال 1401 دادیم، اما به واسطه همین اتفاق خیلی از دانشجوهایی که در خوابگاه زندگی میکردن و در تهران مشغول به کار شده بودند، به دلیل اخراج از خوابگاه مجبور به بازگشت به شهر خودشون شدن. کاربر دیگه هم به اشتراک میذاره موضوعی رو از دانشگاه از زهرا تهران که از کانونهای اعتراضی انقلاب زن زندگی آزادی در دانشگاه ها بود. اون مینویسه: از زهرا تا امروز احکام انضباطی سنگینی به خودش دیده، چه بسا دانشجوهایی که نمیتونن به شرایط 2 سال قبل که تعلیق شدن برگردن، اما موج تعلیقی ها توسط ریاست دانشگاه زهرا ناظم‌بکایی هنوز ادامه داره. عوامل سرکوبگر باید از دانشگاه ها برکنار بشن که جماعتی از شرشون خلاص بشن. اما یکی دیگر از دانشجویان هم در این طوفان توییتری شرکت کرده و نوشته: همزمان که ما با خیال راحت سر کلاس های درس حاضر میشیم، دانشجویان زیادی به ناحق از تحصیل محروم شدن. و آخرین پستی هم که در این طوفان توییتری با هم دیگه بررسی میکنیم مربوط به محمد حبیبی، فعال جنبش معلمان هست، که در این رابطه نوشته: جنبش دانشجویی حلقه اتصال میان جنبش های اجتماعی مطالبه‌گر از یک طرف و میان جنبش های اجتماعی و جنبش های مردمی از سوی دیگر است. دفاع از دانشجویان برای حق تحصیل دفاع از فرایند دموکراسی خواهی در جامعه ایران است. هشتگ دانشگاه در زنجیر. آنچه که ملاحظه کردیم مربوط به یک کارزار اینترنتی بود در حمایت از دانشجویان تعلیقی یا اخراج شده. اما در میدان عمل هم چند تا اعتراض داشتیم که اونا رو سعی میکنیم با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. همزمان با بازگشایی
دانشگاه ها شاهد اولین پیکت اعتراضی دانشجویان در سال تحصیلی جدید بودیم. روز سه‌شنبه 3 مهر 1403 همزمان با بازگشایی دانشگاه ها گروهی از دانشجویان دانشگاه علامه اولین اعتراض دانشجویان سال جدید رو رقم زدند. در این حرکت اعتراضی که تا لحظاتی دیگه میتونید تصویر مربوط به اون رو روی اسکرین مشاهده کنید، دانشجویان با در دست داشتن عکس‌هایی از ضیاء نبوی و پوسترهایی در اعتراض به ادامه تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان، خواهان آزادی دانشجویان زندانی و بازگشت دانشجویان تعلیقی به دانشگاه شدند. اما در پایان این بخش یک واکنش اعتراضی از سوی دانشجویان رو بررسی می‌کنیم که مربوط به فاجعه معدن طبس است. جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز سه‌شنبه 3 مهر در دادخواهی از کارگران کشته شده معدن زغالسنگ طبس اقدام به نصب پلاکارد‌های اعتراضی در محیط دانشکده کرده. از جمله شعارهایی که روی این پلاکاردها نوشته شده بود عبارت از مرگ کارگران معدن طبس حادثه نیست، قتل است. محیط امن کاری حق ابتدایی کارگران است. فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم. انار کارگر به چلونش، بده آبش بده نونش، انقدی بده که زنده بمونه، نظام برده‌داری خود زندونه. انار کارگر به مکونشو، به مکشیرشو دور بنداز پوستشو، نبینم درخت رو به رشدشو، انار تو دست سرمایه دار کشته شد. فاتوم جواب اعتصاب بزنش، مبادا فکر اعتراض به سرش بزنه، بزنش اناره بکنش، حقشو بخواد باید خوش چه درختش. خود زندانی رو بذار زندانبان، جیره چرب رو بده به پیمانکار، رسمیش نکن نه بی انصاف باش، بدون ایمنی و بی استاندار. با چوب فقر مردم و غلامشون کن، بریز مواد تو کم خمارشون کن، کسی حقشو خواست بگو خدای اون پشت، بگو به جرم محاربه شجاعتون مرد. ارزون انسان، انار کارگر، غنی ایران، زمین باربر، حاکمی تو اول و آخر، خودتی خاطی خودتی داور.